چهارمین روز از ماه مرداد به لطف و تلاش جناب شهرتی و جناب شجره مهمان خانه شما هستیم با برنامه باستانسی باور. روزهای پنجشنبه طبق رسم معلوف و معطوف به بحث تروریسم می‌پردازیم، البته زیر مجموعه مسائل سیاسی. بحث تروریسم هم به بحث‌های مربوطه که برای فهم پدیده‌های روزانه و اخبار روزانه به کار ما بیاد. به عنوان مثال شما میبینید اخیراً دولت آلمان برخی مراکز اسلامی و مساجد مربوط به شیعیان رو بست. کشورهای دیگر هم امروزه در صدد این هستند که با زیر نظر گرفتن برخی مراکز اسلامی ماهیت فعالیت اونها رو مشخص بکنن. بسیار مهمه این پدیده که امروزه به عنوان یک پدیده فرامرزی و فراملی خارج از مرزهای کشورهایی که خب شاید در گذشته ترور در اونها رخ میداد به دنبال اهداف خودشون هستن. اینکه دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیدن که باید برخی از این علمای اسلامی و برخی از این مراکز اسلامی رو زیر نظر بگیرن کار بسیار بسیار نیکویی است. برای مسلمانان هم بسیار خوبه، چون با بستن این مراکز که سعی میکنن عده معدود رو به سمت رفتار خشونت بار سوق بدن، دودش به چشم بقیه مسلمانانی میره که شاید میخوان یک زندگی آرامی در غرب داشته باشن. اما با ایجاد موج افراطی‌گری در طیف گروه‌های مقابل طبیعیه که زندگی اونها هم دستخوش تشنج خواهد شد. بنابراین باید به فال نیک گرفت و آن روی سکه رو در نظر گرفت، یعنی جایی که من مسلمان احساس کنم که یک عالم سنی، یک مفتی سنی یا یک امام جماعت شیعه کاری نمی کنه که خشونت اسلامی به پای من نوشته بشه. و حداقل من که عقاید دینی ضعیفتری دارم، خواهم شهروند این جامعه باشم و زندگی بکنم، به چشم کسانی دیده نشم که به نفرت پراکنی روی میارن یا مردم رو تهییج میکنن که ارزش‌های جهان مدرن رو نادیده بگیره. به همین دلیل پدیده تروریسم که در هم تنیده شده با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی نیازمند شناسایی است. خب ما دو نوبت در مورد مسائل تروریسم صحبت کردیم، در مورد مبانی اون، و هدف منم اینه که با طرح جنبه‌های مختلف از مبانی یک دورنمایی در ذهن ما شکل بگیره که پدیده‌های تروریسم رو که فقط هم معطوف به مسائل اسلام نیست بتوانیم رصد بکنیم، شناسایی بکنیم و فهم کنیم. یعنی این که وقتی صحبت از تروریسم می‌کنیم، مبانی که در ذهن ما نشسته بتواند این پدیده‌های روزانه که گروه‌های مختلف هم اون رو انجام میدن بتونیم نگاه بکنیم. خب شما در ژاپن دیدید یک فرقه‌ای به نام آئوم آمد در دهه 90 با گاز سارین در درون متروهای توکیو خیلی ها رو کشید. نه اسلامی بود، نه نزاعی با گروه های اسلامی داشت که بگیم واکنشی بود در برابر. اما برای فهم اینکه این گروه ها چرا این کار رو میکنن، ما نیازمند این هستیم که آن مبانی رو بشناسیم. در نوبت پیشین به اشکال تروریسم پرداختیم و بحث تروریسم سایبری رو مطرح کردیم. زیر این تروریسم سایبری، تروریسم رسانه‌ای هم وجود داره، یعنی جایی که امروز آنچه که به ذهن مردم بیشتر از همه اثر بخشه مسئله رسانه هاست. تلویزیون، اخبار، وقایعی است که شما از طریق همین رسانه ها اونها رو دریافت میکنید. خب ما پیشتر عرض کردیم کار تروریست ها اینه که اونها سعی کنن هراس و وحشت رو در ذهن مردم جامعه تزریق بکنن. و چه چیزی بهتر از وسیله‌ای که مردم هر روز با او در ارتباط، اخبار کشت و کشتار رو بشنن،
بدانند فلان گروه دست به این کار زد. دیدید خیلی از گروه های تروریستی بلافاصله این اخبار رو پخش میکنند و اون رو هم به عهده میگیرند، یعنی مسئولیتشان قبول میکنند و این رو هم جز مفاخر خودشون میدونند. اینها به این دلیله که این گروه ها در صدد این هستند که بیشترین تأثیر رو بر جامعه بگذارند و هیچ چیزی به اندازه رسانه امروز نمیتونیم کار رو بکنیم. اما جدای از تروریست ها، خود دولت ها همین کار رو میکنند، یعنی دولت های دیکتاتوری و استبدادی، اونها هم از رسانه های خودشون جو ترور و وحشت ایجاد میکنند. شما در جمهوری اسلامی بخشی از کارویژه های رسانه های جمهوری اسلامی تزریق وحشته، وحشت از خبرنگاران، وحشت از روزنامه نگاران، وحشت از فعالین سیاسی که اینها اجنبی هستند، خارجی هستند، آدم هایی هستند که فریب خورده هستند، از مجاهدین و منافقین و صهیونیستا و امریکا پول میگیرند. دیدید دیگه اینها برای ایجاد هراس در درون مردم جامعه است که اگه سلیمانی داره صحبت میکنه به حرفش گوش نده، چون او از کشور دیگری پول گرفته که حالا امروز بنشینه و هنجارها و ارزشهای رژیم ولایی رو زیر سوال ببره. خب شما دیدید رسانه های مثل روزنامه کیهان به شکل ویژه این کارو میکردن، یعنی این حسین شریعت مداری و اونای نصیری و که حالا الان جدیدن آمده و صحبت از چیز دیگری میکنه، اینا پرونده ساز بوده، یعنی بر علیه نویسندگان پرونده سازی میکنه، بر علیه فعالین سیاسی پرونده سازی میکنه، یعنی زیر مجموعه ای که اونها در اختیار دارن بخشیش در کنار اخبار وقایع روزانه الغای این اندیشه است که عده‌ای در درون جامعه هستند که اینها خطرناکن و این خطر به قدری برجسته میشه که شما وحشت. به همین دلیلی که شناسایی اخبار درست از غلط خیلی اهمیت داره. کسانی که در رسانه ها میشینن پرونده سازی میکنن در درون رژیم های استبدادی وجود داره، در درون جنبش ها هم وجود دارن، یعنی گروه هایی که امروزه مثلا تلویزیون دارن، رسانه دارن، اما از صبح تا شب وقتی نگاه بکنید در حال پرونده سازی بر علیه این اونن، بهتان زدن بر علیه این اونن. در واقع این همان ترور سفیده، تروری که گلوله شلیک نمیشه، شلاقی وجود نداره، شکنجه‌ای وجود نداره، سینمایی به آتش کشیده نمیشه، اما اثرش بسیار مخربه. رژیم های دیکتاتوری قبل از اینکه دست به حذف آن گروه هایی بزنن که مخالفشون هستن، اول بر علیه اونها یک دید منفی به افکار عمومی میدن، یعنی به صراحت دانشجویان رو فریب خورده میدونه. آنقدر این خبر تکرار میشه، شواهدش ارائه میشه، چند نفر رو هم میارن که شما اقرار بکنید به این مسئله که بله ما دانشگاه بودیم، یکی آمد ما رو فریب داد، تا بعد بتونن اونجا که گازنبوری عمل میکنن بنابر گفته غالیباف، دیگه مردم بگن خب حقشون بوده که گازنبوری به اونها حمله بشه، حقشون بوده که از روی ساختمان ها به اونها تعرض بشه، اونها رو بندازن پایین. یعنی این اخبار قطره چکانی خیلی حساب شده و فنی به مردم داده میشه که این گروه ها گروه های خطرناکن. مردم ما در گذشته، حالا سنت هم فرهنگی ما بوده، سنت مذهبی ما بوده، چرا نسبت به یهودیان بدبینند؟ چون اون فرهنگ دینی و فرهنگ استبدادی به اینها گفته یهودیا کسایی هستن که خون بچه ها رو میخورن، پولشون رو میگیرن، رباخاری میکنن، فاسدن، در خدمت مثلا دولت های دیگر هستن، بر عهد و پیمان وفا نمی کنن، از این داستان ها و شعارهایی که دیدی. اینا به مرور زمان وقتی به افکار عمومی جامعه تبدیل میشه، وقتی یک یهودی رو میبرن اعدام کنن، مردم بی‌تفاوت. مثلا بهایی ها شما نگاه بکنید، این حجم از تنفری که نسبت به گروه های مذهبی وجود داره یک شبه وجود نیومده، بلکه حاصل یک عمر کاریست که ایدئولوگ ها، خبرنگاران، به اصطلاح کارشناسان تو این رسانه ها میشینن و پرونده سازی میکنن. اینا رو عرض میکنم که وقتی جلوی تلویزیون نشستید حواستون باشه، هر خبری رو که یک تلویزیون میده فکر نکنید درسته، علل خصوص در مورد افراد. و
و به شکل اخص و ویژه مسائل پشت پرده. سوال اینه که تو پشت پرده یا آقای فلانی یا اون گروه فلانی رو کجا میدونی؟ هیچ سندی هم دیدی ارائه نمی کنن. اینها خطرناکن. میگی چرا؟ میگی که اینا عوامل فراماسون ها هستن. میگی خب سندی داری؟ میگه نه، فراماسون ها که چیزی بیرون نمیدن. میگه کجا میدونی که اینها هستن؟ مردم پامنبری همین مردم ها. یعنی مردمی که برای گفته اون قائل، اون سخنگو هیچ مدرکی نمیخواد. آخوند میشینه 3 ساعت صحبت میکنه، هیچ مدرکی هم به شما نمیده، شما هم راحت قانع میشید میرید خونه. این هم فرهنگ غلطی است که ما داریم. در گذشته منبر رسانه بود، امروز دیگه تلویزیون هاست. دیدی آخوندا هم یاد گرفتن، صبح تا شب تو این فضاهای مجازی هم هستن، چون نقش افکار عمومی رو میدونن، نقش جوانان و گروه های مختلف رو میدونن، که از همین الان باید روی ذهن جوانان کار کرد، دشمن رو به اونها شناسان. اینا همون ترور سفیده، نیاز به شلیک گلوله نیست، اما جامعه رو در یک وحشت، یک دشمن بیرونی یا درونی نگه میداره. ما در بحث ایدئولوژی ها عرض کردیم، رژیم ها یک دشمن درونی میسازن برای ایجاد امنیت در درون کشور، سرکوب گروه های مخالف، یه دشمن بیرونی هم میسازن که بتونن فضای جامعه، سیاست های بین المللی خودشون رو توجیه بکنن. آیا اندرو سینکلر یک تعبیر جالبی داره، اون 10 اصل رو به عنوان اصول مربوط به بحث های ترور و وحشت مطرح میکنه. چند تاش خیلی جالب بالا به ذهنم آمد عرض کنم، چون کار ویژه هاست. یکی از اونها اینه که ترور یک ابزار افراطی، یعنی شما سعی میکنید وحشت رو به بیشترین شکلی در درون جامعه تزریق کنید. شما کتاب های دینی رو بخونید، متون مقدس رو بخونید، یعنی تورات رو بخونید، قرآن رو بخونید، واقعا وحشت آور. یعنی انسانی که وقتی میخواد بدونه که بعد از مرگش چه بر سرش میاد، از همون عذاب شب اول قبر گرفته تا بعد، واقعا در یک وحشت به سر میبره. بی جهت نیست که این خدای مسلمانان یعنی الله میگه از من بترسید. این بترسید به چه معنیه؟ چرا باید از خدا ترسید؟ مثل که پدری بگه آقا بچه های من، عزیزان من، از من بترسید. هیچکی نترسید، فقط از من باید بترسید. و منم ویژگی هایی دارم بسیار هولناک و ترس. این شاخص زیبنده یک موجود لطیف و مهربان هست یا نیست؟ بی جهت نیست دولباخ اشاره میکرد که آقا این خدایی که این ادیان معرفی میکنن چه نسبتی با مهر پدری داره؟ کجا یک پدر یا مادر میتونه این کارا رو بکنه؟ مگر اینکه حالا اختلالات خاصی داشته باشن، وگرنه یک پدر حالا بگیم نرمال و بدون اون ویژگی های خطایی، حالا بگیم روانی و مسائلی از این دست، این کارا رو نمی کنه با فرزندش. هر دقیقه تو رو بکشیم در بیاریم، اون داستان های کارا نمی خواهیم واردش بشیم. پس ابزارهای افراطی مثل جهنم، جهنم یک ابزار دیگه. من برای اینکه یک نفر رو مؤمن نگه دارم، مسلمان نگه دارم، کافر رو بترسونم، یه ابزاری درست کردم. حالا در دنیا که اون ابزارهای دیگری که رسول الله به کار میگیره یه بخش، اما اونجایی که در حیطه منه، یعنی بعد از مرگ شما، من یه ابزاری دارم به نام جهنم که تفکرش هولناک. بی جهت نیست شما وقتی به مسائل اسلامی نگاه میکنی، بسیاری از این بزرگان اسلام گریه میکردن از خوف خدا، بعضی از این عارفان و کسان دیگر از اینکه خدا به اونا خشم بگیره گریه میکردن. تمام اینا نکاتی است که نشون میده که این جنبه افراطی بودن ابزار در ترور چه اندازه اهمیت داره. از خوف خدا مثلا نماز میخونیم، گریه میکنیم، زاری میکنیم و مسائلی از این دست.
ویژگی دیگری که آقای سینکلر نام میبره اینکه ترور وسیله است برای استبداد، برای که به قدرت برسه. غالب رژیم های استبدادی در درون جنبش های خودشون ویژگی های ترور رو داشتن. شما این رو در شوروی میبینید، در آلمان نازی میبینید، در ایتالیای فاشیست میبینید، در اسپانیا فرانکو میبینید، در جمهوری اسلامی میبینید. یعنی کسانی که از آتش زدن سینما رکس ناراحت نمیشن، نه 500 نفر مردن، 400 نفر مردن، اشکالی نداره. مهم اینه که ما باید جنبش خودمون رو با شدت پیروز بکنیم. اگر ترور میکنیم نخست وزیران رو، اندیشمندان رو، گروه های مختلف رو، هیچ ایراد نداره، چون ما باید موفق بشیم به قدرت برسیم. شما برید در برآمدن شوروی نگاه بکنید، گروهایی که این بولشویک‌ها را انداخته بودن، آقای دزرسکی به عنوان رئیس پلیس مخفی اینها بود، چه اندازه دست به کارهای عجیب و غریب می‌زدن. در آلمان همین، در ایتالیا همین. استبداد یاد گرفته که ترور وسیله مهمی است برای اینکه بتونه به قدرت برسه. همین رو همین گروه های مورد حمایت رژیم های استبدادی هم همین کارو میکنن. شما در عراق نگاه بکنید، در افغانستان نگاه بکنید، آنقدر ترور میکنن، جو وحشت ایجاد میکنن، رعب ایجاد میکنن، افراد مؤثر جناهای دیگر رو ترور میکنن تا خلأ ایجاد بشه و اونا بتونن قدرت بگیرن. حالا اگه شد من امروز عرض خواهم کرد که ریشه هاش اصلا در کجاست، چرا تروریست ها دست به این کار میزنن؟ چون یه موفقیتی در اون دیدن، یعنی احساس کردن که این روش درست غیر اخلاقی است. البته از نظر اونها غیر اخلاقی هم نیست، موجهه، اما بحثشون بر سر اینه که این روش کارایی داره. یعنی من در رهیافت های ترور عرض خواهم کرد اگر امروز برسیم که تروریست ها محاسبه گرن، یعنی اونها نگاه میکنن میبینن که گروههایی با استفاده از همین روش تونستن قدرت بگیرن. گروه های میانه رو حذف کردن، گروه های دیگر رو به نوعی سکوت کردن، اون عده هم که میخواستن فعالیت کنن آمدن زیر چتر ما، زیر عبای ما، زیر چکمه ما. پس جواب داده که شما میبینید نسخه های جمهوری اسلامی رو حزب الله هم انجام میده، میره حریری رو ترور میکنه، اون یکی رو ترور میکنه، جایی. چرا؟ چون میخواد در درون سیاستمداران این وحشت رو ایجاد بکنه که من حسن نصرالله حق دارم بیام اینجا تعیین تکلیف بکنم، یا حالا گروه هایی که به من نزدیکن. بنابراین اگر کسی رو ببینم که سیاستهاش مانع قدرت گرفتن منه، ترور میکنه. پس ترور یک ابزاری بوده که برای استبداد کارایی داشت. سومین ویژگی که آقای سینکلر نام میبره اینه که ترور ماندگاری رژیم های استبدادی رو هم محقق میکنه. یعنی فقط ترور این نیست که هیتلر تا زمانی که به قدرت رسید از اون استفاده کرد، بعد از اون گذاشت کنار، نه، اتفاقا زمانی که به قدرت رسید بیشتر اون جو ارعاب و وحشت رو ایجاد میکنه. همین شوروی کمونیستی که من عرض کردم قدرت گرفت، اولین جایی رو که بالا برآورد میشه حدود 5000 نفر رو کشتن در آستاناخان بود، که این گروه های اون شاخه های نظامی شون رفتن اونجا. این همه آدم کارگری که اعتصاب کرده بودن به خاطر حالا وضعیت بد، 5000 نفر رو اعدام کردن تو دریاخونه، رودخانه ولگا و جای دیگه ریختن همین گروه ها. چون حالا دستشون بازه. در درون یک جنبش شما بودجه محدود داری، اختیار محدود داری، 1000 نفر نهایت بتونی جمع کنی، با همونا جو ترور رو ایجاد میکنی. اما وقتی حالا حکومت رو به دست گرفتی، دولت رو به دست گرفتی، منابع مالی داری، بتونی حقوق بدی، منابع اعتباری داری مثل قانون، بتونی مثلا امر به معروف کنی، قوانینی تصویب کنی که اینها کسانی هستند که خائن به انقلابن،
خائن به آرمانهای خلقن، خائن به سرمایداری هن یا هر چیز دیگری. دیگه اونها رو میتونی تبدیل کنی به قانون، یعنی دیگه نمیای بگی این فرمان مثلا فلانی بوده، نه دیگه میشه قانون، ماده 10 قانون میگه هر کسی مرام اشتراکی دارد این کارو بکنه، هر کی نژادشون طوریه این کارو بکنه، هر کی یهودیه این کارو بکنه، هر کی بهائیه این کارو بکنه. و به این نفع ترور در درون اون رژیم های استبدادی سبب بست دیدگاهش میشه و تمام عناصری که مخالفشون باشن حذف میکنه. شوروی کمونیستی زمانی که آمد شرق اروپا رو گرفت دو سه تا کار خیلی خاصی انجام میداد. اولین کاری که میکرد این بود که اندیشمندان و اساتید دانشگاه و انجمنها و اصنافی که بودن و احساس میکرد که اینها خطرناک هستن اونا رو حذف میکرد، آدمای خودش رو جاش میذاشت. دومین کار بیجش این بود که رسانه ها رو در اختیار بگیره، یعنی اون رادیوها رو در اختیار افراد خاص خودش میذاشت که اینا تبلیغات میکردن که آقا مثلا این دیدگاه ماه، اونا دشمنان ما هستن، چگونه باید با اونا رفتار بکنیم. و سومین کاری که میکرد جذب عناصری برای ایجاد سازمان های شبیه چکا بود، سازمان های امنیتی، پلیس های مخفی، که اینا کنترل کنن جامعه. فقط این نیست که من از تلویزیون اعلام کنم، نه، مردم باید در خیابان اس اس رو ببینن، گشتاپو رو ببینن، مردم باید در خیابان چکا رو ببینن، مردم باید در خیابان، حالا در جمهوری اسلامی میگن لباس شخصی، این اراذل اوباش رو ببینن با اون هیبت و قیافه های نکره و این چیزها، اینا رو باید ببینید. فقط این نیست که من تو تلویزیون اعلام کنم شما هم بگی خب حالا تمام شد، نه، این جو رعب و وحشت سبب دوام اون رژیم های استبدادی است، کاری میکنه اون رو ماندگار بشن. مورد دیگر از اون 10 مورد که باز به نظر من مهمه، آی سینکلر میگه که سکوت در برابر ترور فضیلت نیست. یعنی اگر کسی رو دیدید که امروز آمد و گفت بله در جمهوری اسلامی خیلی ها رو اعدام کردن ولی ما که صدایی نداشتیم، مأمور بودیم و معذور، یا باور نمی کردیم، آی سینکلر میگه اینا انسان هایی نیستن که داره فضیلت باشن. خیلی از کسانی رو که شما شاید امروزم میبینید همون کسانی هستن که وقتی سران ارتش اعدام میشدن اینا خبر تهیه میکردن، در مت امام امت شعر میگفتن، بخشی از این گروه ها تازه میگفتن که چرا کم میکشید، بیشتر بکشید، بیشتر مصادره بکنید. حالا امروز آمدن و یاد گرفتن که نه، امام خیلی جنایتکار بود، بخشی از این جنایت سکوت شما بود، تشویق شما بود، و به هر حال رژیم های استبدادی در این میانه منتفع میشه. من یک نکته هم عرض کنم شاید اینم مهم باشه، و اون که ما اشکال تروریسم رو مطرح کردیم اما در هر دورانی تروریسم یک وجه غالبی هم داشته، به خاطر اینکه امروزه نقش مذهب خیلی برجسته است میخوام عرض کنم، یعنی ما نباید فراموش بکنیم که ترور فقط از اندیشه‌های مذهبی است، نه، چون در دوران مختلفی یک وجه غالبی از تروریسم در درون جهان وجود داشت. مثلا آقای دیوید راپوپورت 4 دوره رو ذکر میکنه، البته یه ایراداتی داره، حالا من عرض میکنم نه چیست، البته ایشون بحثش بعد از صلح وستفالیا است. اولین دوره ترور رو ایشون بعد از قرن 17 هم، حالا ما عرض کردیم که در قبل از قرن 17 هم ترور رخ میداد به عنوان اینکه یک مانعی، حالا پادشاه، نخست وزیر، صدر اعظم، وزیر کشور یا هر کسی هست رو حذف کنه، این وجود داشت، ترور کلاسیک. اما بعد از وستفالیا آقای راپوپورت معتقده که ما 4 تا دوره عمده ترور داریم، یکیش ترورهای آنارشیستی است،
که جنبه های ملی هم در اون هست و افرادی که سعی می کردن هرج و مرج در جامعه ایجاد بکنن متعلق به گروه خاصی نبودن، دیدگاه های آنارشیستی داشتن، حتی بعضی از اینا بعدا در شوروی کمونیستی هم همکاران بولشویک ها شدن، مثلا در حزب ارتش سفید. حالا نمیخوام واردش بشم. پس یک دوره اینها بودن که اندیشه هاشون اندیشه دینی نبود، بحث های اون بحث ملت، دولت و کارهای مختلفی بود که داشته. بخش دوم جایی است که شما اندیشه های ضد استعماری میبینید، یعنی کشورهایی میان مثلا در هندوستان، در کشورهای دیگر به خصوص شمال افریقا که اینها دولت هایی هستند از فرانسه گرفته، روسیه گرفته، بریتانیا گرفته، خب اینها اومدن و کشورها رو گرفتن. افرادی در درون اون جامعه سعی کردن دست به کارهای ترور بزنن، یعنی برن مستشارانشون رو بکشن، نظامیانشون رو بکشن، فرماندارانشون رو بکشن تا به نحوی اونها عقب برن و مسئله استقلال مطرح بشه. من نمونهش هم عرض کردم، مثلا در لبنان همین حرکت ها باعث شد که فرانسه و امریکا لبنان رو ترک بکنن تا حدودی بیرون برن. بنابراین فقط مربوط به اون دوره نیست، این ویژگی ها بسته به شرایط در اونجا میتونه وجود داشته باشه. سومین دوره ای که آقای راپوپورت نام میبره بحث اندیشه های چپه. البته ایشون یه مشکلی که هست این که ایشون اشاره میکنه از مثلا حدود 1960 به بعد بیشتر ترورها از توی چپگرایان داره رخ میده، که حالا انقلابای کوبا گرفته تا انقلابای دیگر هم در درون همین دستبندی قرار میگیرن. والا عقیده من بحث بر سر این است که ما قبل از دهه 60 میلادی هم همین اندیشه های ترور چپگرایان رو داشتیم. یعنی شما اگر برگردید به انقلاب مشروطه ما، بخشی از این چپگرایان که از قفقاز آمده بودن، اینها هم دست به ترور می زدن. شری شاخصون آقای حیدر عموغلی است، یعنی کسی که بمب و نمیدونم اصطلاح موزربندی اون موقع شایع شده بود با آمدن او و یکرم خان و اینها که بعدا رئیس نظمی هم شد. یعنی اندیشه هایی که ما برای اولین بار حتی خیلی ها میگن در ایران دیدیم، البته خب ترورهای بود، ترور ناصرالدین شاه بود، ترورهای دیگران بود، ما تا به شکل ویژه و سازماندهی شده از زمانی بود که این چپگرایان و سوسیالیست ها یا گروه های دیگر از قفقاز اومده بودن که به انقلاب مشروطه کمک کنن، کمک هم کردن، اما خب این فرهنگ رو هم جا انداختن که مخالف رو میشه از طریق اون بحث های حالا ترور کنار گذاشت و حذف کرد. دوره چهارمی که ایشون نام میبره دوره مذهبی است، یعنی جایی که از دهه 80-70 آغاز میشه، به مرور زمان بنیادگرایان مذهبی به دلیلی که حالا من عرض خواهم کرد چیست، با جهان غرب سر نزاع رو پیش میگیرن. کار به جایی میرسه که حتی بحث اونها فقط دولت‌های غربی نیستن، مثل امریکا یا انگلستان، بلکه به حاکمان خودشون هم نگاه دارن. یعنی روی صحبت اونها فقط این نیست که هنجارهای غرب یا امریکا یا انگلستان هستش که باعث میشه ما با اونها مبارزه بکنیم، بلکه جهان غرب سلطه خودش رو از طریق حاکمانی که به ظاهر از ما هستن داره انجام میده. مثلا شما ترور انور سادات رو در نظر بگیرید، و انور سادات که مصری بود، چرا او رو ترور میکنن؟ به خاطر اینکه سیاست های او، روش او به نحوی در درون اون گروه های بنیادگرا بود که او ایادی و عامل کشورهای غربی است. پس فقط با جهان غرب درگیر نیستن که مثلا انگلیسی رو بکشیم یا آمریکایی رو ترور بکنیم، نه، حتی حاکمان رو هم باید که وقتی از ما نیستن یا مجری دستورات رژیم های غربی هستن از بین ببریم، یا کسانی که اندیشمندن، تفکر مثلا غربی دارن، اونها رو هم باید از بین ببریم، چون اینها در خدمت اونها هستن و برای بسط قدرت اونها، چه از نظر فکری و چه از نظر عملی، به اونها کمک میکنن. تا اینکه ما میرسیم آرام آرام به امروز که بحث تروریسم بین الملل مطرحه، یعنی جایی که دیگه مرز فاقد موضوعیته.
گروه های مختلفی از تروریست ها رو میبینید دور هم دیگه جمع میشن، یکیش مصریه، یکیش ایرانیه، یکیش لبنانیه، یکیش فرانسویه، یکیش انگلیسیه. شما داعش رو اگر نگاه بکنید، ببخشید، داعش رو اگر نگاه بکنید، نیروهاش در درون یک مرز نیستن که بگید آقا اینا مثلا کسانی هستند که به خاطر استعمار در حال مبارزه هستند با کشور استعماری که مملکت اونا رو تصرف کرده، یا افرادی نیستن که نوع نگاهشون فقط مربوط به یک فرقه خاصی باشه. نه، یک کلیتی برای اونها مد نظره و بنابراین در تروریسم بین الملل ویژگی هایی وجود داره که اون رو متمایز میکنه از جنبه های دیگری که ما در تروریسم گذشته میدیدیم. یکی از اونها که عرض کرده بین المللی بودنه، یعنی نبود مرز، نبود اینکه منافع ما فقط در درون یک کشوره. چون من عرض کردم در تروریسم های کلاسیک یا گذشته یک بحث این بود که ما باید دولت رو مثلا عقب ببریم از اون برنامه هایی که داره، مثلا بخواد کشور رو مدرن کنه، ما میریم اون عناصر مدرنیزاسیون رو حذف کنیم، بریم دانشگاه رو بزن، بریم سینما رو حذف کنیم، بریم مثلا راه آهن رو بمبگذاری بکنیم یا هر کار دیگری که دولت از سیاستاش عقب بشه. اما امروز بحث سیاست یک دولت مطرح نیست، بلکه هنجارهای بین المللی مطرح. بریم دموکراسی رو تخریب کنیم، بریم حقوق بشر رو از بین ببریم، بریم اون تفکر جهانی، اون ارزش‌های جهانی، هنجارهای جهانی رو از بین ببریم. مثلا مسئله تجارت جهانی، این در هم تنیدگی اقتصاد، بنای گروه هایی که در 11 سپتامبر اقدام کرده یک بود بود، ولی همین سمبل اون یعنی برج های تجارت جهانی مورد هدف قرار میگیره، چون اونا این در هم تنیدگی مسائل جهانی رو سبب اختلاط ارزش ها میدونن و این رو نمیپذیرن، میگن این رو باید کنار گذاشت، این رو باید حذف کرد. دومین ویژگی که تروریسم جدید داره استفاده از ابزارهای نوینه. در برنامه قبل عرض کردم مثلا اینترنت، همین تلفن‌های همراه، گروه‌های تروریستی از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنه، از اینترنت استفاده می‌کنه، از شبکه‌های بانکی جهانی استفاده می‌کنه. یعنی همون تجارت جهانی رو مورد حمله قرار میدن، اما از طریق همون بانک هایی که به همون وضعیت دموکراسی رو مورد حمله قرار میدن، اما از راه همون دموکراسی به حقوق بشر عنایت ندارن، بی‌اعتنان، اما از قبل همون حقوق بشره که در کشورهای اروپایی پناه گرفت یا به این بهانه آمدن. در مورد ابزار، سلاح‌ها، شما نگاه بکنید از چه سلاحهایی استفاده میکنن. نه، همه سلاحهای نوینه، سلاحهای جدیده. عرض کردم مثلا در ژاپن از گاز سارین استفاده کرده بودن، یا در برخی جای دیگه شما این بمبهای خاصی استفاده میکنن که بیشترین صدمه رو به مردم بزن، بیشترین کشته ها رو داشته باشه. هواپیما ربایی مثلا، هواپیمایی که خب طبیعتاً یک عده انسان درونه، شما وقتی اون رو در اختیار خودتون گرفتی کاملا از اون فضای زمین دورید و به راحتی میتونید عملیات خودتون انجام بدید. پهپادهایی که الان امروز خیلی شایعه و جمهوری اسلامی هم خیلی استفاده میکنه، برای همین هست. یعنی شما فکر نکنید تروریسم نوین یا تروریسم مدرن یا پسا مدرن نسبت به اندیشه‌های مذهبی گذشته‌ای که داره نسبت به ابزار بی‌اعتناست. نه خیر، کاملا با ابزارهای روز عمل می‌کنه. برای همینه که جمهوری اسلامی خیلی خوشحال میشه که بمب اتمی دست بده، چون همینا رو به شکل ویژه‌ای در اختیار حزب الله قرار میده، در اختیار گروه‌های دیگه هم میتونه قرار بده.
اطلاعات مسئله بسیار مهم نیست. شما وقتی به القاعده نگاه میکنید یا به گروه های دیگر، مشخصا اینا آموزش دیدن، یعنی توسط نخبگان نظامی بعضی از کشورها آموزش دیدن. یه تعبیری سال یکی از این اندیشمندان به کار برد، اسمش رو فراموش کردم اما مضمونش به ذهنم مانده، میگه اگه تروریست‌ها آدمای احمقی بودن یا ابزارهای ساده‌ای داشتن مشکلی نبود، ما راحت اینا رو میتونستیم جمع کنیم. اما به همون اندازه که کشورهای غربی و کشورهای مدرن از اون پیچیدگی های خاص استفاده میکنن، اونها هم اینها رو بلدن. برخی از اینها میرن در مراکزی خلبانی یاد میگیرن، برخی از اینا در حوزه های مختلفی وارد این بحث های سایبری میشن. شما فکر اونا بیسوادن به زیر ساخت ها حمله میکنن یا به جای دیگری؟ نه، اینا آموزش دیدن. حالا یه دولت دیگری اونها رو آموزش میده. من عرض کردم در نوبت پیشین امروز یک بخش از تروریسم، یعنی یک تروریسم مدرن، جنگ نیابتی است. یعنی جایی که ایران میدونه، در واقع رژیم جمهوری اسلامی میدونه که نمیتونه با امریکا بجنگه، هزینهش خیلی زیاده. میدونه که با اسرائیل نمیتونه بجنگه، هزینهش خیلی زیاده. اما گروه های خاص خودش رو درست میکنه، یکی در حماس، یکی در فلسطین، یکی دیگه در عراق، در جای دیگه. اما اینا رو میاره در ایران آموزش میده. یعنی اون آدمی که شما میبینید بعضا در این جنگ غزه یه عده کشته شدن، پسران جوانی بودند و فلان، میگه این آقا مثلا فلان فلانی مسئول بخش مثلا موشکی حماس، و این کجا درس خونده؟ که تو کوچه پس کوچه های غزه که نمیتونسته کار موشکی یاد بگیره. اینا رو آوردن در ایران، در مراکزی آموزش میدن یا در همون مراکزی که خودشون تربیه کردن در کشورهای دیگر آموزش میدن، کارهای چریکی یاد میگیرن، کارهای موشکی یاد میگیرن، کارهای سایبری یاد میگیرن، بعد میرن در غزه در اون بخش حماس. رؤسای حماس از اون استفاده میکنن. قبل از سال 57 مگه ما نداشتیم همین گروه های اسلحه به دست چپی و راستی و بالایی و پایینی؟ اینا میرفتن در فلسطین، هم چمران ها و نمیدونم اینا، در لیبی، فلسطین، مصر، جایی که گروه های بنیادگرا بوده، این چیزا یاد میگیره که اینها بیان به اسرائیل ضربه بزن. خب اسرائیل کشوری است با پیچیدگی های خاص، شما با ابزار ساده دم دستی که نمیتونید به اسرائیل ضربه بزنید، به زیر ساختاش ضربه بزنید. این یه دولتی هست که اون رو حمایت میکنه، بنابراین ساده نباشید. اسامه بن لادن و گروه های زیر مجموعه او مگه میشه بدون اطلاعات پاکستان یا کشورهای دیگر کارهای عجیب و غریب انجام بده؟ اصلا نشدنی است. نقش دولت پاکستان در قدرت گرفتن القاعده بر کسی پوشیده نیست. هرچند ایالات متحده هم در زمان جنگ با شوروی از طریق هم پاکستان یا گروه های دیگر به اینا اسلحه میداد، بعدا شدن دشمنان هم دیگه. اما این حرف ما رو نقض نمیکنه. یعنی دولت هایی هستن به دلیل منافع خودشون به این گروه ها کمک میکنن. حالا ممکنه این گروه فردا نظرش عوض شه، یک جور دیگری باشه. برای تغییر روش هم باز یک دولت دیگری باید کمکتون بده. شما حماس رو نگاه بکنید، حمایت قطر و ایران و کشورهای دیگر از او برای چیه به نظر شما؟ چون یک در هم تنیدگی منافع میان اونا وجود داره که اینا به رهبرانشون پناه میدن، به اونا ابزار میدن، اطلاعات میدن. اگه اونا افرادی دارن که بتونن بفهمن در کجا چه خبره چه خبر نیست، نه. یک پشتوانه دولتی نیازه که این گروه ها بتونن خودشون رو به اون مجهز بکنن. درمانشون میکنن، پولشون رو میدن، کاری مختلفشون شون. پس فکر نکنید این گروه ها که قدرت میگیرن رو پا خودشون واسدن دولت های پشتشون نیستن، نه هستن. اما چون میخوان جنگ نیابتی انجام بدن، مسئولیت نپذیرن، نمیگن که ما از این دولت حمایت میکنیم.
طرف تروریست رو مثلا پناه داده، خالد مشعل و نمیدونم اینا رو، بعد صحبت از این میکنه که آقای چرا تسلیمش نمی کنید، میگه مثلا این به خاطر حقوق بشر، به خاطر نمیدونم پناهندگی یا هر چیز دیگر، در حالی که مسئله بشر اینکه این آقا عامل اونهاست. ویژگی دیگر تروریسم بین الملل اینه که قربانیان خودش رو انتخاب نمی کنه. در تروریسم گذشته شما قربانی رو انتخاب میکردی، مثلا میگوید شاه رو باید ترور بود، رزمارا باید ترور بشه. چرا؟ چون رزمارا مثلا مخالف ملی شدن نفتاری یا هر چیزی دیگر. کسروی رو باید ترور کنیم چون این اندیشاش خطرناکه. فرخزاد رو باید ترور کنیم، اون رو ترور کنیم، درسته؟ یعنی هدف انتخاب شده بود. هنوز هم همینه دیگه. آقای ترامپ رو مثلا ترور کنیم، اون رو ترور کنیم. وقتی صحبت از دوره‌ای می‌کنیم به این معنا نیست که دیگه اونا حذف شده، نه، اونا هم سر جاش هست. ما وجه غالب امروز ترورهای مذهبی است، یعنی عقیدتی است، جنبه‌های سیاسیش کمتر. خب در اون ترورها شما شخص مورد نظر یا اون گروه مورد نظر رو انتخاب میکردی، از یه گروهی بود اندیشاش با شما مخالف بود، شما اون گروه رو از بین میبردی یا یک شخصی رو از بین میبردی. اما در تروریسم نوین قربانی مشخص نیست، یعنی یه بمب میذاریم وسط میدون، یه 100 نفر کشته میشن، حالا ممکن توش 3 تا آمریکایی باشه، 2 تا فرانسوی باشه، 3 تا مرد باشن، 10 تا زن باشن، 4 تا کودک باشن، اصلا مهم نیست. ای تروریسم نوین هدفش این نیست که قربانیانش وجه خاصی داشته باشن، ویژگی خاصی داشته باشن. اتفاقا به دنبال اینه که رعب و وحشت ایجاد کنه که هیچ کس در امان نیست. شما مثلا حماس وقتی حمله میکنه به اسرائیل در 7 اکتبر، خب زنان و جوانان و مشغول کارهای روزمره خودشون بودن، بعضشون آلمانی بودن، بعضشون امریکایی بودن، بعضش فرانسوی. و اگه تو مثلا با اسرائیلی ها مشکل داری، برفرض با سیاستاشون مشکل داری، خب چرا سیاست مدارانشون رو هدف نمیگیری؟ چرا مثلا ارتشی هاشو هدف نمیگیری؟ اون دختر بچه بیچاره چیکاره است اونجا داره شادی میکنه با این؟ چون برای تروریسم مدرن، تروریسم پسا مدرن به اصطلاح، اصلا مهم نیست شما کی هستی. اتفاقا برای اونها مهم اینه که خیلی ها از طیف های مختلف کشته بشن، هم فرانسه وحشت کنه، هم انگلستان وحشت کنه، هم یک شهروند امریکایی وحشت کنه، که اینا دیگه نرن اسرائیل. شما ببینید بعضا در مراکز تفریحی خیلی بمبگذاری میشه، یعنی گروه هایی که مثلا در گذشته بود دیگه، در فیلیپین و اندونزی و جاهای دیگه، یا بعضا در کلاب های شبانه و جشن ها بمبگذاری اونجا صورت میگیره. خب سوال اینه که چرا اونجا؟ مگه اونجا سیاستمدار اونجاست؟ مگه کسی اونجاست که تو مثلا وضعیت بد خودت رو حاصل تصمیم های اون میدونی؟ 4 آدم عادی اونجا. اما تروریسم پسا مدرن میگه نه، اتفاقا من مردم عادی رو به شکل فلعی با طیف های مختلف میکشم که دیگه اینا جرئت نکنن بیان اینجا به عنوان توریست. در مصر یکی از اهدافی که این گروه های بنیادگرا داشتن همین بود که با ایجاد جو ترور کاری بکنیم که صنعت توریسم مصر از بین بره، پول کمتر به دولت برسه. برای همین وقتی طیف های مختلفی از مردم سرزمین های دیگر رو میکشیم، اونا دیگه نمیان به طرف مثلا کشور مصر. حالا مهم نیست یه آدم بیگناهه، برای تعطیلاتشو بگذرونه، اصلا مهم نیست. این فهم میکنه برای ما که چرا مردم بیگناه رو میکشن، مردم عادی رو میکشن. یه ویژگی دیگر که بسیار هم مهمه اینه که عده‌ای از اندیشمندان معتقدن تروریسم در واقع پسا مدرن یا نوین حاصل یک خورده فرهنگ خشونتی است که در بحث گفتمانی جنبه‌هایی از غلبه در او رخ داده، به نوعی مغلوب شده.
مثلا اسلام فرض کنید یه خورده فرهنگی در میان فرهنگ غالب، اسلام امروز مجبور خودش رو در فرهنگ جهانی، در فرهنگ مدرن، در جهانی شدن یه جایی سازمان بده به عنوان یک خورده فرهنگ. خب این خورده فرهنگ با اندیشه بنیادگرایان که معتقدن این فرهنگ باید غالب باشه نه مغلوب، تطبیق نداره، چون اونها معتقدن که اسلام باید جهانگیر باشه، تعالیم شریعت اجرا بشه، اراده خدا محقق بشه در اون خورده بگیم فرهنگ، حالا جانم بس فرهنگ، در اون فرهنگ اسلامی این بچ در بنیادگرایان غالبه که ما باید جهان رو بگیریم. حالا یک فرهنگ دیگری آمده و اون جهانی شدن، این فرهنگ غلبه پیدا کرد، یعنی شده یک وجه بالاتر که فرهنگ مثلا ملی کشورها در درون اون سازش پیدا میکنه، مثلا ایرانی، عربی، آنگلو ساکسونی، هر چیزی که شما میگی، سعی میکنن خودش رو با فرهنگ جهانی تطبیق بدن. دین هم همینه. امروز یهودیت، مسیحیت، ادیان دیگر سعی دارن خودشون رو با همین فرهنگ جهانی تطبیق بدن. چرا مسلمانان الان حتی ازش سوال کنیم میگن حقوق بشر رو میخوایم، با اینکه حقوق بشر اسلامی نیست اما فرهنگ غالبه. پس من یک مسلمان اون اندیشه فرهنگی دینی خودش رو در تطبیق با یک فرهنگ بالاتر که غلبه پیدا کرده و اون فرهنگ جهانی شدنه سازش میده، اما یه بنیادگرایی رو نمیتونه بپذیره، چون میگه فرهنگ من نباید خرد فرهنگ باشه، باید فرهنگ غالب باشه. بنابراین این خرد فرهنگ وقتی در تنگنا قرار میگیره، وقتی به نوعی مغلوبه، ابراز وجودش رو در درون خشونت میده. شما خانواده رو در نظر بگیرید، یک پسری است که میگه همه چیز حرف منه، من باید حرف بزنم، هیچ کسی که نباید حرف بزنه، اما اندیشه های پدر غالبه یا اندیشه های برادر بزرگتر غالب. او که تبدیل میشه به خرد فرهنگ نمیتونه سازش بکنه با این بزرگتر، چون اساسش بر سر اینه که من باید غالب باشم. خب حالا که ضعیف شد چطور خودش نشون میده؟ در درون خشونت، چون در تنگنا قرار. حالا ما در رهیافت فلسفی بهش اشاره خواهیم کرد، چون بخشی از صحبت اندیشمندان در رهیافت های مختلفی که میتونیم به پدیده تروریسم داشته باشیم یه بحثش بحث من فلسفی است، یعنی جایی که مدرنیته اندیشه های الهیاتی رو عقب رفت، عقب رانده، اونا دیگه باید خودش رو تطبیق بدن با علم، با مدرنیته. اما این انعطاف و تطبیق کار هر اندیشه ای نیست، به خصوص اندیشه های دینی که خودشون رو حق میدونن، قطعی میدونن، یقینی میدونن و در نتیجه اندیشه های فلسفی مدرن رو نمیپذیرن و او سر نزاع دارن، بنابراین سازگار نمیشن. وقتی سازگار نمیشن با جنگ های مختلفی سعی میکنن در برابر همدیگه بیست. و چه دیگری که باز در تروریسم بین‌الملل وجود داره و خیلی اهمیت داره، یکی از مسائلی است که الان به ذهنم آمد و اون بحث فلسفی که من مطرح کردم اینه که به عنوان مثال عرض میکنم، در مدرنیته بحث بر سر انسان و زیست خوب اوست، یعنی ما در فرهنگ مدرن میخوایم خوب زندگی بکنیم، دنیا رو بسازیم، خوش باشیم، در زندگیمون به اون ثروت و دارایی و هر چیزی که خودمون فکر میکنیم برسیم. ذیل این فرهنگ اینه که ما زندگی رو دوست داریم، از مرگ بیزاریم. این همینی که در فرهنگ مدرن بحث بر سر اینه که انسان ها با زندگی بکن. اما نکته اساسی اینه که در اندیشه های مذهبی و دینی علل خصوص اسلام
آن چیزی که ارزش داره زندگی دنیوی نیست، سعادت اخروی است. حالا چرا این مسئله اهمیت داره؟ شاید این موضوعی خیلی جزئی است و نباید بهش پرداخت، اما میخوام یه نکته عرض کنم که برای ما مهمه. آی جان بودریار میگه که اینها، یعنی تروریست ها، یه ویژگی دارن که ماها نداریم. ما زندگی رو دوست داریم، اما اونا مرگ رو دوست دارن. یعنی کسی که کمربند انتحاری به خودش میبنده میدونه که این راهی داره که میره، بازگشت نداره، اما میره. برای ما عجیبه، یعنی گاهی با خودمون سوال میکنیم که چه کسی هست، با کدوم منطق، با کدوم استدلال که میدونه داره میمیره اما میره این کار رو میکنه؟ آیا او زندگی رو دوست نداره؟ چون ذهنیت ما، فرهنگ مدرنه، زندگی اهمیت داره، ارزش داره. اما یک بنیادگرای اسلامی طبق اون هنجارهای مذهب و دین زندگی رو مذموم میدونه. یعنی اون تئولوگ، اون متکلم، اون فقیه یا هر کسی که هست، برای این شخصی که داره میره عملیات انتحاری یا استشهادی انجام بده، موجه کرده که مرگ زیباست، نه زندگی مثلا 40 ساله، 50 ساله، 20 ساله. دیدید جخیر جوونه، 20 سالشونه، 22 سالشونه، 25 سالشونه، شاید هنوز یک چهارم دوران زندگیشون هم انجام نده، اما میرن میکشن خودشونو. برای چی به نظر شما؟ این همون تقابل خورده فرهنگ هاست که میخوام عرض کنم. یعنی برای فهم این پدیده عناصر بسیار مهمی وجود دارن. ما دست به این کار نمیزنیم چون زندگیمونو دوست داریم، اما اونها جوری آموزش دیدن که به خودشون بم میبندن، میرن داخل یک جمع، میدونن که نمیان اما میرن. حالا در برنامه آینده من سعی میکنم این رهیافت ها رو عرض کنم و اینکه راه مقابله اصلا با اینا چیست. حالا من چرا دارم اینا رو میگم؟ چون هر کدوم از اینا رو اگر راه رو بشناسیم، اون وقت میتونیم جلو راه رو بگیریم. این نقشه باید دستمون باشه، بدونیم این راه ها چیست. یعنی همین نکته آخری که من عرض کردم شما دقت بکنیم. آن چیزی که در ذهن یک تروریست انتحاری وجود داره که مرگ رو ستایش میکنه، پرستش میکنه به جای زندگی، در حالی که یک انسان مدرن زندگی رو ستایش میکنه به جای من. حالا این بحثی است که در آینده خواهیم داشت. اتمام برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از جام شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، پیروز باشیم.